سلام. باید اعتراف کنیم با وجود گذشت بیش از 100 سال از زمانی که انیشتن موفق به کشف قانون نسبیت شد، همچنان تعداد افرادی که قادر به درک این قانون هستند بسیار کمه. چارچوب قانون نسبیت بر اساس مطلق نبودن زمان و یا نسبی بودن زمان بنا نهاده شده و دقیقاً همین نکته است که موجب میشه بسیاری از افراد قادر به درک اون نباشن. صحت قانون نسبیت از طرق مختلف، فرمول‌های ریاضی و فیزیک که بعضاً بسیار پیچیده هم هستن و همینطور با آزمایش‌های عملی بارها به اثبات رسیده. ما امروز تصمیم داریم فارغ از تمام فرمول‌های موجود، اساسی‌ترین رکن قانون نسبیت یعنی اتساع زمان رو با زبانی بسیار ساده و قابل فهم خدمتون بیان کنیم. بعد از شرح اتساع زمان متوجه خواهید شد که چرا همچنان طیف گسترده‌ای از انسان‌ها هستند که قادر به درک این قانون نیستند. با من باشید در کانال آوای دانش. اتساع زمان یا تایم دایلیشن یعنی کش آمدن زمان. مگه زمان هم کش میاد؟ شاید باور نکنید ولی انیشتن ثابت کرد که زمان هم کش میاد. اما در چه حالتی این اتفاق میفته؟ و اگر این اتفاق میفته چرا ما متوجه اون نمیشیم؟ به ادامه کلیپ دقت کنید تا جواب هر دو تا سوال رو خدمتتون عرض کنم. اتساع یا کش آمدن زمان پدیده‌ایه که در هنگام حرکت یک شی یا یک فرد اتفاق میفته. اما وقتی قابل اندازه‌گیریه که نسبت به شی یا فرد ساکن مقایسه بشه. وسیله مقایسه هم یک ساعت معمولیه و میتونه هر ساعت دیگه‌ای هم باشه. مثل ساعت دیواری، ساعت مچی، دیجیتال و هر ساعت دیگه‌ای. اما بهترین مدلی که برخی از فیزیکدان‌ها برای درک اتساع زمان پیشنهاد می‌کنن، ساعتیه که با زمان سنج‌های معمول تفاوت داره. این ساعت تشکیل شده از جعبه‌ای که در جدار داخلی بالا و پایین اون دو تا آینه تعبیه شده و از طرفی به جای عقربه یک گلوله نور در اون قرار داره که به علت انعکاس بین دو تا آینه مرتباً در حال رفت و آمده. صفحه نمایش دیجیتالی بالای این ساعت قرار داره که رفت و آمد گلوله نور رو میشماره. بنابراین اگر صفحه نمایش عدد 10 رو نشون بده، به این معناست که گلوله نور 10 بار بین دو تا آینه رفت و آمد داشته. پس یادمون باشه این صفحه دیجیتال ثانیه شمار نیست، بلکه شمارنده تعداد بالا و پایین رفتن گلوله نوره. همونطور که میبینید در حالت ساکن بودن این ساعت، طبق انتظار در یک مقطع زمانی که بسیار بسیار کوچکه، گلوله نور مسافت بین دوتا آینه رو طی میکنه و صفحه نمایش هم تعداد بالا و پایین رفتن نور رو نشون میده. یک ساعت دیگه که از حیث اندازه دقیقاً برابر با ساعت اولیه در پایین اون قرار میدیم. مادامی که این دوتا ساعت در حالت سکون قرار دارن اتفاق خاصی نمیفته. نکته مهم این که چون سرعت نور همیشه ثابته، لذا تعداد رفت و آمدهای گلوله های نور هم با هم برابره و هیچ تفاوتی بین اونا دیده نمیشه. حالا هر دو تا ساعت همزمان با هم با یک سرعت مشابه و ثابت و در یک جهت شروع به حرکت میکنن. آیا تفاوتی حاصل شد؟ به هیچ وجه. هرچند در حرکت هستن، اما چون سرعت و جهت حرکتشون یکیه، نسبت به هم ساکنن و درست مثل زمانی که بی حرکت بودن، زمان بالا و پایین رفتن گلوله ها با هم مساویه. اما تفاوت وقتی اتفاق میفته که یکی از ساعتها ساکن و دیگری شروع به حرکت میکنه. فرض میکنیم ساعت اولی در یک ایستگاه قطار قرار داره و ثابته و ساعت دومی در قطار قرار داره و با سرعت زیادی در حال حرکته. خوب دقت کنین. گلوله نور در ساعت ساکن یک بار بالا و پایین رفت، اما درست در همین فاصله گلوله نور در ساعت دومی یک بار به بالا رفته و تنها نصف مسیر برگشت رو طی کرده. به عبارتی نسبت به ساعت ساکن 3/4 طول ساعت رو طی کرده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ یک بار دیگه به این حرکت نگاه میکنیم. فرض کنید طول این دوتا ساعت نیم متره، در حالی که گلوله نور در زمان سنج ساکن تنها 1 متر رو طی کرده، گلوله نور در زمان سنج متحرک این مسافت رو طی کرده. و برای اینکه بتونه سیکل یا دوره نوسان رو کامل کنه، یا به عبارت ساده تر یک رفت و برگشت کامل رو به پایان برسونه، باید مسافت دیگه ای رو طی کنه. یک بار دیگه حرکت رو تکرار میکنیم و این بار زمان رو هم اندازه گیری میکنیم. همینطور که مشاهده میکنید مقطع زمانی که ساعت اولی برای یک رفت و برگشت گلوله نور صرف کرده این اندازه است.
مقطع زمانی که ساعت دوم صرف رفت و برگشت گلوله نور کرده این اندازه است. فعلا کاری به واحد زمان نداریم. یعنی این دوتا یک میتونه میکرو ثانیه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، سال و هر مقطع زمانی دیگه باشه. اما نکته بسیار مهم اینه که اگر این یک برای ساعتی که در ایستگاه قطار ثابت مونده برای مثال یک ثانیه است، این یک هم برای ساعت داخل قطار یک ثانیه است. و اگر برای اولی یک ساله، برای دومی هم یک ساله. و این دقیقا معنای اتساع زمان یا کش آمدن زمانه. زمان در قطاری که در حال حرکته نسبت به زمان ساکنین در ایستگاه قطار کنتر میگذره. فرقی هم نمیکنه ساعت متحرک در قطار با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در حال حرکته، یا داخل یک اتومبیل با سرعت 130 کیلومتر، یا داخل هواپیما یا فضاپیما با سرعت‌های بسیار بالا در حال حرکته. به هر حال بسته به سرعت حرکت به همون اندازه زمان اتساع پیدا میکنه. در نظر اول حتما این فکر به مغز آدمی خطور میکنه که عقب افتادن ساعت چه ربطی به واقعیت زمان داره. ساعت تنها یک ابزار ساخت بشر برای اندازه‌گیری زمان. عقب افتادن حرکت عقربای ساعت قاعدتا نباید منجر به کند شدن زمان بشه. کما اینکه عقربای ساعت دیواری ما ممکنه کند حرکت کنه و لذا ساعت عقب بیفته. اما همونطور که مشاهده کردید، عقب افتادن این ساعت در اثر کند شدن حرکت عقربای اون که در مثال ما گلوله‌های نور بود اتفاق نیفتاد. سرعت نور همیشه، همیشه و همیشه ثابته. کند شدن سرعت گلوله‌های نور در ساعت داخل قطار به علت حرکت اتفاق افتاد. حرکت قطار نسبت به ساعت ساکن داخل ایستگاه. این عقب افتادن ساعت دقیقاً خود زمان رو جابجا می‌کنه و حقیقتاً خود زمان کند میشه. کند شدن زمان بر فرایند پیر شدن انسان و جانداران اثر میگذاره، بر استهلاک اثر میگذاره، بر فرایند فرسایش اثر میگذاره. بر اساس محاسبات انجام شده، اگر فضاپیمایی با 99% سرعت نور حرکت کنه، در حالی که زمان برای افراد ساکن روی زمین یک سال میگذره، برای سرنشینان فضاپیما تنها 51 روز خواهد گذشت. یعنی اگر فضاپیمایی با سرعت گفته شده به یک سفر فضایی 5 ساله بره، وقتی به زمین برمیگرده زمان سپری شده برای فضاپیما 5 سال، اما برای ساکنین زمین حدود 36 ساله. اگر مفهوم اتساع زمان رو متوجه شدید بهتون تبریک میگم، چون گام بلندی برای درک قانون نسبیت برداشتید. حتما تا الان متوجه شدید چرا درک قانون نسبیت برای انسان دشواره. واضحه، چون کند شدن زمان با سرعت‌های موجود در زندگی عادی ما به حدی ناچیزی که در طول زندگی اصلا متوجه اون نمیشیم. اتساع زمان در روال زندگی عادی ما هیچ نمودی نداره. کند شدن زمان وقتی عینیت پیدا میکنه که انسان بتونه با سرعت نزدیک به نور حرکت کنه و این امری محال. اگر محاله، پس قانون نسبیت به چه درد میخوره؟ اجازه بدید در برنامه های بعدی در این باره بیشتر صحبت کنیم. ممنون میشم اگر با کامنت های ارزشمند خودتون، چه در یوتیوب چه در این کانال ها، بنده رو جهت بهبود برنامه راهنمایی بفرمایید.